تشکر. به نام یاد خدا، هموطنان عزیز، السلام علیکم. آرزو دارم که لبخند همیشگی به لبهایتان باشه، صحتمندی تمام به نصیبتان و خانه هایتان دور از مصیبت و غم باد. خوش آمدین به قاب گفتگو. ما و همکارایم در خدمت شما هستیم. خب، در آغاز میخوایم یک سوال بپرسم از دوستان، که سمیم جان از خودت اول، که کسی از شما، از فامیلتان یا از اقاربتان یا از دوستایتان به خارج سفر کردن؟ بله، سفر کردن و دمی اونجا زمین غیر قانونی دمی وقتهای آخر 2004. بله، غیر قانونی رفتن. خب، دوستا رفته دیگه. اصلا اینجا خود تا فعلا هم نارام هستن دیگه. نارام هستن، زندگی که در اینجا دارن در اونجا خب نمی داشته باشن طبعا و به سرنوشت هستن و معلوم نیست که چه وقت حالا از این سرنوشت خلاص میشن. خلاص میشن به این بی‌سرنوشتی دوچار شدن. از خودت روشن جان؟ از ما دبل غیرقانونی رفتم. خب چی رفتم؟ دبل غیرقانونی، یکی رفته خب بدون پاسپورت و ویزه اینا، هم بیالرم امید، یکی که از بایج پرسان نکرد، از پدر و از مادر آمود رفته. این دبل غیرقانونی است. هم از خانه غیرقانونی رفته، هم از دولت، هم از ملت از کلگی. شما چطور؟ از ما حفیظ جان تعداد از دوستا رفتن و فعلا هم سرنوشتشان معلوم نیست. قارب دوستان. غیر قانونی رفته بودن؟ خودت سعیم. از ما قانونی رفتن سرنوشتشان هم معلوم است. این فرق میکنم. اما تو از دوستایی که بیننده هستن، از شما خانواده های عزیز، شاید که برادر، خواهر، پسر، دختر، پدر و بعضی از اقارب، مادر، بعضی از اقاربتان سفر کرده باشند، نمی سالهای آخری که 2014 و 13 و از این به بعد شروع شد غیرقانونی به جرمنی و بعض کشورهای دیگه، ما امروز یکی از دوستان را دعوت کردیم که رفته بودند به جرمنی، غیرقانونی رفته بودند و دوباره به وطن برگشتند و خود کشور یا دولت جرمنی را برگشت داد به کشورشان و قصه های بسیار جالب را داره که شریک خواهد کردن و از امو حال و هوایی که بسیاری کسا به سرشان در اینجا هست که باید در اونجا باشن، اونمو حال و هوا را قصه میکنن. نامشان صفی الله جان است، با ما خواهد بودن. خب، بیاین که با دوستا آغاز کنیم. همکار خوب و جدید ما که دیگه آلا دیگه استاستا صاحب خانه میشه، میمان نیست، بانو ترینا حبیب زاده دیگه از یاد ما نمیره، چون حبیب بسیار دیوالای بس بوده، از خود نام در ذهن ما میمانم. شروع میکنم. ترینا جان خوش آمدید. تشکر حفیظ جان و البته سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستا و دوستایی که اینجا هستن، بیننده‌های خوب برنامه و همکاران عزیزم، و البته خوشحال هستم بازم با شما هستم. موضوعی بسیار جالبه که امشب البته ویژن می‌خوایم با دوستا شریک بسازیم در رابطه با این است که یعنی همیشه ما از ورزش صحبت کردیم، همیشه از ورزشکاران صحبت کردیم که ما باید همیشه ورزش کنیم، ضامن صحتمندی ما هست و ورزش همیشه به صحت مفید است. امروز هم البته امشب در برنامه می‌خوایم در رابطه با خانم صحبت کنیم که اینا تکواندو، البته تخصص در تکواندو دارن و قسم کروی تصویر باز هستن؟ بله دقیقاً. یا خیلی تکاشیمش کنند. خب گفته شده در دسامبر 2016 خانم 40 ساله به نام لیسا دینیس که در تکواندو تخصص دارد، با وارد کردن ضربه روی کاشی های خشتی که دیده میشه اینجا، البته در یک دقیقه 932 کاشی را میتونه اینا بشکنانند به این شکل و ریکارد قایم کردن. یک نه بسته عموما ببینید تعدادش زیاد است، 932 کاشی. البته کاراته باز هستی زمین؟ کاراته باز هستن. خب تکواندو و کاراته زیاد تخصص در تکواندو دارم. بله، خب این وزن ما داشته باشم، ما این خشت پخترم میدم در یک دقیقه میدارم. این کارا کارای کاراته باز تمرین کار داره. خب مثلا یعنی که به خاطر ریکارد که چند ریکارد که قایم کرده، بله دقیقاً چند کاشی را مشکنانن؟ 932 کاشی البته در یک دقیقه. فعلا زنده است. کاشی پوده باشه بینش. آ دیگه اگر قد تقلب داخل کنه این موضوع آخر نشد، خیلی یک دوست رفت نشد. اینال یک دوست باز ساده تر است نه برش، اما وقتش پوره خواهد شوه به خاطر از اینکه بالاخره باز حساب میکنه که چند کاشی شکسته شد و یک ریکارد در جهان قایم کرده که زن سر با چرخه گریم. آفرینش دست از این دست. یک دقیقه یعنی بسیار وقت کوتاهی است که تانستن 932 کاشی را بردارن. داشت بزید دست از این چه قبه گرده پیازه کنیم یک ثانیه برد. نه دیگه اوتا نیست که پیازه ریزه را میکنم، پیازه مشت میزنه خلاص رو به پیاز پرد داره. اونا جایزه را هم گرفت و شوار از این بدبخت کی باشه. نگه همتر در خالیگاه بانیجه میکمه شوار بدبختش کی باشه. کاشی تورش کردی؟ دو قاتش کردی؟
حال نمیدیم که بازی کنه هم ده کراتا کنه بازی چی رقم میگرده و بسیار جالب خواهد بود. برسه نازه جالب بود کرینا جان بیاین که حالا نوبت بتیم به روشن. روشنه که همیشه روشنی میته دیقان که میگه زمین خود خوب پایبیل کنه خوب چپه کنه حاصل خوب میگیره. صد صد یک دانشجوی دانشگاه نظامی مارشال فهیم همچون بهترین دانشجوی خارجی در اکادمی نظامی شاهی بریتانیا برگزیده شد. میبینیم تصویرش. این دانشجوی افغان که یک سال در دانشگاه بریتانیا در دانشگاه نظامی بریتانیا آموزش دید در انگلستان. همین شخص؟ نه عالمیه. عالمیه خب باز از پیش خودم شادوخ شمشیر بهترین دانشجو را شادوخت بریتانیا شادوخت بریتانیا از آن خود میکنه. این جوان است. تبریک باشه برشان به خاطر که یکی از افتخارات بسیار کلان است. به خاطر این موضوع را گرفتیم که همیشه افغان ها رو در رسانه ها نشان بدن که تو فلان جای به این جرم چیز شدن محکوم شدن در فلان کشور یه افغانی ته کار کرد. افغان های داریم که افتخار هم برای ما میاره. به این معنا نیست که اگر افغان یک جای خرابی کنه کل افغان ها بدنام کنیم. یعنی افغان هم نام افغانستان را بالا کرده یکی از بهترین بدون شک تبریک باشه و افغانان نام خدا در عرصه استعداد و خلاقیت و توانیش دارن. فقط کمی که ذهن ما آرام باشه اعصاب ما آرام باشه بسیار ترقی خواهد کردیم انشالله که میشه بخیر. خب میریم به طرف کسی که هم مدل است هم کمدین است در دل خود هم یک پدر است بله. و هم یک برادر است هم یک مادر است هم یک همکار است یک قدر رولا رو بازی میکنه سیار متین. سلام خدمت شما. توتی با اسکل میدوانه. خب بشک میرم روی تصویر. چه یک هوگ بود جالب گفت آه ای به حساب هوگ بودا دل خود. توتی 330 توتی در جهان است. خب ای یکی از اون توتی هست. توتی عموما نسبت به دیگه پرنده ها هوشیارتر است و عمرش طولانی تر است. گپ هم میزنم توتی گپ میزنم اون تا سیستم داره آه. یک چیز میگه که بسیار خوش داشته باشه ایره پیش میشه. بایسکل جالبی است که بایسکل کی جور کرده برش. این بایسکل سایبش برش جور کرده. خودش هم البته دز داشته در جور کردن از این کمک کردم بایش. بایسکل که وقت میرانه فقط به کدام بار اندلش امروی دان خودی طرفی طرف میکنه و اینو چی رقم برازی یاد داده یک چیزی را که میگه خوش داشته باشه اینو برازی گرفته اون چیزی را که دوز داره که میخوره یا مثلا امروی ساتیری میکنه اونا پیشش میگیرن برش نمیتن برش میگه که بایسکل بدون باز میشن تا که بدون باز برش میتن. میریم به طرف کسی که هم رفیق است هم یک بچه بسیار ورزشکار است. یک کم ساعتش خراب میباشه معمولا دیگه گرم مزاج است. گرم مزاج است. نه تو از گلون ناساز می باشه. سمیم رهنورد. زنده باشی. آلی را می بینیم که جور شده و خدا کنه که زودتر به افغانستان میاد. در هر جایی را میتونی امرایت ببری واس کنی و بسته کنی بیکک داره. بیشک آلا. بیشک. فقط اما تو گیتار ورده این پشت سرت مندازیش هم میبریش هم در هر جای نصبش میکنی ورزش تا پیش چند میبری. وسیله است و فنا یکی است. چند وسیله است؟ دو وسیله است. دو وسیله است. باز اینمی وسیله باز سه چهار نوع وسیله دیگه کار میکنه. بشک سر راسته سر چپه یک بغل و مو حرکت هایی که بسیار مهم است بر بدن. حالا این دفعه گرفت تو پایین ساخته شنه یعنی سمی جون هر جا که دوست داشته باشی میتونی وسیله را همراهی داشته باشی بله. با ورزش را پیش ببری. بله او یک بایک هم داشت مثل گیتار وره اون پشتر خودتون داختش میرفت هر طرف که میرفت صورت خوب از دفتر هم مثلا یکان دفعه میتونی دو بغل چی بند کنی تو غیر لباس که رئیس در آیا خدا کنه زودتر به افغانستان بیا. یکی از دوستای را دعوت کردیم که از جرمنی دوباره به افغانستان برگشتن به وطن برگشتن. صفی اولا جان هستن که بعد از این وقفه انشاءالله میاین و صحبت های را خواهد داشتیم. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز. ادامه برنامه قاب گفتگو است و طوری که بر شما در آغاز هم گفتم بازم یادآور میشم صفی الله جان احمد زای با خود داریم کسی که از جرمنی دوباره به وطن برگشتن و بیا یک آغوش ما بیا بسیار خوش آمدی وطن دوباره و صفی جان بسیار خوش آمدید دوست خوش شدیم تشکر بیاین که تصاویر رو ببینیم در آغاز که صفی جان هم باز میتونه روی تصاویر صحبت کنه. تصاویر از خود جرمنی بود دیگه از خود جرمنی هم است و از جریان سفرشون است باز قصه‌ای را خواهد داشتیم بله اون نفر آخری است
میتیم اون که مفته دان دازی که اوخانی صفی الله احمد زاده شاه وای جرمنی این جایی است که اونجا بوده باش داشتید بله این روز دارم این بایکر کای مسیر اتاق مسافری است دیگه اتاق مسافری است روغنم بالا سرم بود دست نبره بینان این دیگه از روز است از روزایی است که خودت دیگه دم کم بودی و خاطرای بسیار تلخ روزای بسیار سخت بود باش چی میگن و ای پس کابل است؟ بله دوباره که برگشتیم با کار بار روزمره و ای فامیل عزیزه تو بله چقدر تفاوت کلان وجود داره سمیم؟ در اون تصویری که صفی جان در اونجا بود و تصویری که حالا میبینین یعنی تصویر خودش سخن میزنه نه که تر تازه و سبز و خرم است بله زنده باشید خب صفی جان اول بازم دوباره خوش آمدین به وطن بیاین که از این قصه کنین که یعنی شروع کنیم که کدام سال رفتین چگونه رفتین چی اتفاق افتاد امید میخوام بشنوی درست سلام بر بیننده های تلویزیون طلوع و تمام کارکنان های تلویزیون طلوع مخاطبان گرد میز میبینیم با شما امروز بسیار زیاد خوش آمدید روزی است که بسیار در خاطر من شاید بسیار روز خاص باشه زنده باشه چون من روزای بسیار تلخ زندگی را در سفر خود طرف اروپا دیده بودم و چیزایی را که اینجا من احساس میکردم که در اروپا شاید به او بار برخورد کنم متاسفانه که تا نشد بیخی برعکس برعکس بود بله بله و دوستای کسایی که ما به حساب به احساس خدا میگم کسایی که ما تو مثل دیگه دوستا و احساس داشتم که در اروپا برم در شهرهای زیبا زندگی کنم دوباره باز اولادای خدا بخوایم اونجا یک درس تحصیلی گپا باز متاسفانه کجا که رفتیم کدام سال بود فقط یک سال میشه سال 2015 دیگه شما تصمیم گرفتید ما که رفتم فقط 20 روز پیش از رفتن ما شهر قندوز سقوط کرده بود باز از اون دیگه ما واقعیت دل سرد شدم گفتم باید دلت کم نشد از وطن گفتم تو وطن دیگه ما باز از اون دیگه تصمیم گرفتم ما رفتم اول ایران رفتم بله باز از ایران تا ایران تصریق طیاره و یا رفتم تا تهران هوایی رفتیم بله باز از تهران زمینی رفتیم تا مرز ترکیه را بله باز اونجا تقریبا یک هفته در روز بودیم بسیار زیاد روزای سخت تیر کردم واقعیت در خود مرز ترکیه دیگه بله تقریبا یک در روز 20 روز بدین بله ها وقتی که مهاجرین هم زیاد بود دیگه بسیار زیاد بود افغان ها دیگه یعنی در اون وقت جوش رفتن افغان ها بود که فامیلیا بود بچه های جوان بود سفید ها هر کس بود بله باز بعد از باز ترکیه شما کس را پیدا کردین که برش پول بتین باز با قاچاق بروار شما را از رای او ببر قصه زیر کنین بله ها اونجا کس را پیدا کردیم به نام جواد از مزار بود اونا باز ما را گفتن که ما شما را در کشتی تیز بر میبریم شما $2000 بتین اگه در توپکی ها میرین $1000 خب این توپکی ها را براتون قصهش بسیار جالب است ما رفتیم در اون نزدیک آب کمی توپکی ها به حساب طرف بار میشه دیگه تقریبا مثل دوران دکتر نجیب باره که موتر کم بود و مردم سرویس واره و سرویس ها بیر باره تقریبا پایدان کشال میشه دیگه اون نفر با بایکای خود دمو میشتن و دمو قایق توپ مانند بله ها دیگه او را خودمون نفرها پمپ میکردن و خود نفرها جور میکردن و کبی آب در آب را تا میکردن اما لحظه میدید که یک رقم داخلش آب مه تو یعنی فکر نمیکردی که صحیح سالم تا اون طرف برسه خواه خواه و یک تعداد دوستایی که ما روز رسیدن دیگه فکر کنی که خداوند عمر دوباره به ما داده بله بله و در این خود کشتی چند نفر بود بخاطر که من این سوالا رو میکنم چون امی سوالا بله. تکمیل شد چند نفر بازی شیشتین چی رقم شد؟ در حدود 58 نفر بودیم دمو یک بله های خوارشتن بایی که در حال که باید 20 نفر میشه بله ها دگو با ما گفته بود که 40 نفر بازی تقریبا 58 نفر شد دیگه وقتی یک جایی هست که چند ساعت راه کردیم؟ تقریبا در حدود 4.5 ساعت راه رفتیم 4.5 ساعت بله ها چون نمی آب یک مس چی داشت موج داشت بسیار آهسته آهسته می رفت کس رفتید از آن رو چمچه می زدین چی می کردین که می رفت ما چمچه نمی زدیم ما دعا می کردیم دیگه خدا ما رو بخیر موتور داشت موتور داشت و یک نفر جالب شیست که خود نفر نیست که ما رو برم قاچاق بر یک نفر از اون نفرایی که داخل او است او رو میگه تو امیری بگی جلوش برو بخیر اگر او بلد باشه نباشه اگر بلد باشه نباشه اون کسی که کمک باجرت باشه می ما می کارم میکنم خب اون اگر از بین 58 نفر چطور چگونه سالم کردن رسیدین دو طرف یا چی رقم شد آره فضل خدا سالم رسیدیم دیگه داخل در مسیر را خرابم شد 58 نفر باز در قسمت را 58 هزار دلار این آدم بره در مرز ترکیه یک قاید جور کنه خب باز مشکلات زیاد رسیدیم بله یعنی بازی با زندگی نداشت نه فضل خدا خب خب اما زایس بگو زمانی که
رسیدین اونجا چگونه بود؟ کمپایی که مهاجرین که هست و تعداد زیاد از هموطنان ما همیشه شاکی از کمپا هستن، میگن غذای درست نداریم و یا جایی بوده باشه درست نیست. چگونه بود اونجا وضعیت؟ وضعیت اونجا واقعیت بسیار زیاد تکان دهنده بگویم یا رنج‌آور بود، خصوصا همین کمپایی که در یونان بود. ما که رسیدیم صبح شد، صبح رفتیم به خاطر چای، دیدیم اول یونان رسیدیم. بله اول یونان دوجا به خاطر چای رفتیم، باور کنید که من حسابم کردم، واقعا گفتم باشه کدام وقت سوال شد از کشم بگویم. 180 نفر استاد بودم من در قطار در آخر. خب حساب کنیم 180 نفر از من پیشتر بوده به خاطر یک گلاس چای و یک توتا نان. بله نان خوش. این واقعا بسیار رنج آور بود. تفلان بود تقریبا یک هفته فکس کنیم میشه تا ما که برگه ما حساب تکمیل شد، ما را اجازه داد که تکت بگیریم طرف آتن بریم پایتخت یونان. باز از او بازم تو پیش رفت. خود چه وقت در یونان بودیم؟ تقریبا یک هفته وجه بودیم، یک هفته بودیم. اینمی زوال دوام داشت. خواه چهاش تا این شکل باور کنی صبح یک چای خوردیم با یک تو تا کیک چهاش که شد به ما در گلاس ها شوله آورده بود. نخوتش خام، کچولیش خام، همه چیزش خام. پایپک هم مونده بودن تو داشت؟ بله ها. بر صورت اگر براتون دوجه خانه میدادن یا ماش خوب میدادن بازم میامدین افغانستان یا نه؟ من باور کنید که تا این تصمیم رسیده بودم کمی کل جرمنی را مانده که کل اروپا را ما به حساب بخشش کنم، من دیگه نمیشینم. وقت بسیار زیاد از وطن دور بودن بسیار زیاد دید. کار سخت. راست چه بود، از وطن دور بودن یا از ینگه و اولادا؟ از اردوش. آه وقت برگویم از اردوش سخت. وطن دیگه اردوش یک چیز است. وطن که از مادر است. کسی که از پیش مادر خود یک طفل که دور میشه ببینی گریه میکنه هر لحظه تا که باز دوباره چشمش به مادرش میخوره. نه ما هم تو که بر اومدیم در تیاره بودیم طرف تیران میرفتیم، باور به خدا کنی که هر لحظه که اثر افغانستان دور میشد چشمم اشک. کدام قسمت از راه بودین کمی احساس پشیمونی برتان دست داد؟ باور کنید من ایران که ما بودم من یک هفته از اونجا اول تیر کردم من اونجا ما پشیمون شده بودیم. ولی باز کسای دو سال بیا بریم شاید خوب میشه. سر دو سال باز میگفتن که بدر در چیت بالا شدن یک شهر پس تاش خوب وقت رفتن اینطور کدام زمین و دوکان جای را نفروخته بودین به خاطر پیسه قاصد؟ ما یک دونه موتور داشتم، من موترک خود فروخته بودم. حالا پس تونستی بخری یا نه؟ فعلا نه دیگه. حالا باید سالا بزنی تا بار میکنم تا که باز دوباره کسا بسته خانه خدا موتور خدا فروختن، یعنی هیچ چیز نمونده اینجا. فامیل بس فامیل بس گرفتن، پس هم اومدن به خیمه میشینن. با متاسفانه بعضی از قصه های دردآور دیگه هم شده که شاید که صفی جان هم در ذهنش باشه، بعضی کسایی که غرق شدن. بله ها بله شما ما به چشم سر ندیدیم، من تا یک کشتی که باز طرف یونان دیدیم شون با خانم با اولاداش کلشان تر بودن. گفتم همشری قند این خونه که اولادا هم لباساشون تر است، باور کنه که کشتی ما غرق شد، کل ما افتیده بودیم داخل آب. اما کشتی هم جمپرای نجات کس یا بگویم واسطای نجات کس اونم ما رو برای یک چند لحظه در سر آب گرفت تا که قایق نجات آمد ما رو کشید. اگر اون جمپر نجات نمی بود یعنی کلشان از بین رفتن. اما از این تصویر رو که دیدیم بگوین از کدام کم بود دقیقاً چی موضوع بود اونجا که تصویری که ما پیش چند دقیقه پیش دیدیم؟ اون کمپ که ما در اونجا زندگی میگیم شهر به نام دودبورگ بود. در اون کمپ تقریبا در حدود 80-85 نفر سوریایی بود، در حدود یک 5-6 نفر بنگلادشی ها بود و در افغان ها من بودم، یک بچه که ازارگی بود به نام علی. علی جان هم اگر بازی کلپ ببینه سلام برش برسن. پس آمد علی جان هم؟ نه خیلی، نه اونا چون مجرد بودن یه ذره از ما کده مقاومت چون زیاد. خب با ما هستیم دیگه. قبل از اینکه می رفتین چی کار میکردین و حالا چی کار میکنین؟ قبل از اینکه من می رفتم در وایس منیجر رستوران بودم، دوستارم اونجا آبد جانشان یارم دیدیم امرایشان عکس ها دارم. منیجر هتل بودیم قبل از این؟ بسیار خوب. فعلا تشک فروشی با دوستم شریک شدیم تشک فروشی. برو خوب است اقتصاد چیزا خوب است، پس خوب تر شده میره رونق میگیره، دولت بهتر از بقیه. خب رفتار خارجی ها قطعاً چه رقم بودن و مردم از اروپایی؟ ولی اروپایی ها رفتارشان نادم از حقیقت اینش خوب بود. ما یک جای همینجا دم چی که رسیدیم از ترن تا شدیم، خب به حساب ما رو یک ولکم گفته به حساب. اما تصویر ما در کابل دیده بودم بسیار لذت می بردم، کاش که ما هم در اونجا بودیم. خب این گل میده از همسایه که در اونا خوب بود. بله از همسایه پدر سوخته نه او دیگه فقط گفته خودت پدر سوخته و یا ماجر پشتو به حساب پشاور نمیگن. بله او خارج ها باز برعکس بود. من یک قصه بسیار کوتاه با یک خانم کردم در اونجا، گفت چطور شما تا اینجا آمدین چرا رقم می صفی جان؟ گفتم او چشماش دگیری است. کدام فرهنگ کشور آلمان زیاد خوشتان آمد و میخواین که در افغانستان باشه که در اینجا نیست؟ فرهنگ های خوب زیاد داشت. خود فرهنگ که یعنی واقعا بسیار زیاد مرا خوشم آمد
فرهنگ ازی بود که مردمش بسیار زیاد مردم یکی به دیگه احترام داشتن. در موتر با خانم ها بسیار احترام داشتن. ما هم خواهش مهمیست که افغانم تا که میتونه به خانم ها خصوصا احترام زیاد داشته باشن. در سرکا گپای زشتراب نگویم. وقتی کجا رفتین خود اونا شما را گفتن که شما پس به کابل برمیگردین دیپورت میشین یا خودتان اونجا عریضه کردین که ما میخواییم پس بریم به وطن؟ در خیلی نگو جان با عریضه خودم کنم که ما باید از پس دوباره با وطن دوتان تنگ شده بسیار داد بلی ها دو طلبانه و بعضی کسا را همونطور هم گفتن که میگن جمع کردن و روان کردن بلی ها چند روز امی پیشتر من در تکسی طرف میامدم اونجا دوستا گفتن که در میدان او یک برادر ما چی داره تاکسی داره خواه. از اونجا فکر کنم وارا به زور روان کرده بودن در افغانستان و همون تصاویر هم هست دوستایی که دوباره برگشتن و یک تصویر بسیار جالب است که پیشتر من گفتم که او تصویر زیبایی تصویر دهی است که او یکی از افغانای عزیز ما یکی از هموطنای ما با بایک خود میان با عجله بایک خود میمانن و زمین ماچ میکنن یعنی قدر دلشان تنگ شده بود که هر رقم باشه باید دوباره برگردن این تصاویر است دوستایی هست که دوباره برگشتن هموطنان عزیز ما و امو تصویر هم شاید باشه همه کسایی که رفتن شاکی هستن شاکی هم کلشان افسرده دلتنگ اینی هموطن عزیز ما هست اگه صدای ما را میشنون میشه که به ما پیام کنن امی دوست ما پیام کنن در فیسبوک طلوب ما را پیدا کنن یا فیسبوک های ما اصلی پیدا کنن ما میتونیم شما را دعوت کنیم به یکی از برنامه های ما دیگه بخاطر که احساس از این دوست ما واقعا قابل قدر تنگیش نشان میداد قصه های از کمپ اگه بسیار کوتاه کنین که چقدر وقت بودین در مجموع من خودم 4 ماه در آلمان بودم خب در قصه های جالبش ایست که وقتی که اونجا می رفتیم به خاطر غذا خوردن چند دانه پنیر یا بگویم مسکه و مربا ماندگی بود و فقط یک گلاس چای می رفتی خودت می گرفتی می خوردی چاش شد من فکر کردم چاش بهتر شاید باشه چاش شد باور کنید که یک مکرونی رو به ما آورده بودن به من یه بعد تمام اون کسایی که در کمپ من ماجر بودن بلیا اونجا رفتیم میره که من آمدم در پیشتی خود ماندم مکرونی رو که خانمم در اینجا بسیار با مزه پخته میکرد و چکمه داشت و ترکاری بعض چیزا متاسفانه او رو میبینم که نه نمک داره نه روغن داره هیچ چیز نداره فقط یک چیز بخوره باور کنید که من یک قاشق خوردم دیگرش هم تو پت انداختم دمای بند گربه یعنی دیگه هیچ اشتیا نبود باز شب شد شب هم این شکل نان چای بود یعنی کدام چیز غذای خاص نبود دیگه این واقعیت تقریبا 2 ماه نمی حالت بود که بسیار من رو رنج میداد. مشکل از دقیقاً بله خب تعداد از هموطنان برگشتن همیشان یعنی شاکی بودن همیشه از این موضوعات. خب آقای مزایی میخوایم از این بدانیم که چرا بعضی ها همیشه به فکر به این میکنن که شاید تفاوت های بین مردم ما اونجا می باشه یعنی کسانی هستن که زود کارشان نتیجه میده جوابشان یعنی زودتر میای و یا قبول میشن و یک کسانی هستن که با بسیار مشکلات اونجا روبرو میشن چالش های زیاد را میبینن و دوباره برمیگردن تفاوت ها در چی هست یعنی که مشکل عمده اونجا چی هست تفاوت ها در ایسته که مثل افغانستان است چند ولایت داره در یک ولایت والیش بهتر آدم خوب است در کار رسیدگی میکنه و یک ولایت دیگهش یک ذره آدم تنبل میباشد در کارا رسیدگی نمیکنه بله این تفاوت او بوده به خاطر من این تصویرها رو که به دوستای خود آلمان بودم که روان میکردم اونا در دیگه شهرا بودن و پس به من روان میکردن سیستم بوفه بود نان بسیار خوب بود ما بسیار اتاق ما خوب است بله و این چقدر وقت باید در کمپ باشین که باز بالاخره شما برین عقد داشته باشین که مثل شهروند وارد باشین تقریبا در حدود یک دوستم تقریبا یک سال تیر کرده بود که تو وقتم یعنی عقد نداشت از کمپ برای از اون شاید زیادتر هم وقت از تا دو سال و بعد از اون باز دیگه در بیرون هم شاید به بسیار جنجال باشه که کار باش پیدا نشه و نشه یا دولت کار پیدا نشه تا لازم کار پیدا نمیشه که لسان نفهمی لسان نفهمی بله. لسان هم باید یک سال دو سال باید صد اقل بفهمی ولی بله. باز یک کار پیدا میشه یعنی که شکل میشه که باید دیگه از افغانستان پیسه بخوای که اونجا زندگی کنی دیگه بعض اوقات بله یک نمیشه که فامیل هم زنگ بزنه بگی به ما کابل جرمنی پول روان کو بسیار شهر و یک چیز بسیار خاص همی اتاقه که تو خورترک بود نیک آدم درست استاد درست چی که استاد شده نمیتونست بازم یک سال متواتر دم یک اتاقه کنم اونجا اتاق نبود او یک آیم کلام بود با استقبال
او را دیگه کلگی بر خودم پارتیشن کرده بود. پارتیشن کرده چپرکتای خود. یکی از فیلم‌های را ما ساختیم، کمپانی موبی گروپ ساخت، تولو ساخت به نام مسافرت، که فیلمم نشر شد و همی داستانا کلش درش گنجانیده شده بود. می‌بینیم تصاویر این مسافرت. سلام ندیم. مثل ازی است که کسای زنگ میزنه به قاچاقبر، بالاخره باز میرن. یکی از بچه‌ای است که دمین قاچاقبر میباشه، آوازخانمون است و بالاخره از این راه و از این مشکلات میگذرن، اما متاسفانه وقتی که در آب میباشن بسیار جنجال کلان داشتن پیش میشن. یعنی من فیلم دیدم خیلی هم پیامای بسیار قوی داشتی فیلم. بله، کسایی که نرفته بودن اگه ایره میدیدن و بالاخره هم بسته همی خود قایق غرق میشه و کل همی سرنشین ها از بین میرن. یعنی آخرین لحظه شنمی است و بسیاری افغانای ما متاسفانه که اعضای فامیل خود از دادن، قسم اطفال در او ماندن، خانما در او ماندن و بالاخره ناچار میشی دیگه داخل او هیچ چیز چی نداشته باشی، رای حل نداشته باشی و کلگی اعضای فامیل تو هم پیش چشمت بره. یعنی چشم کار کنه او طرف آمد، چهار طرف آمد آب اصلا. و این اتفاقات در سال 2014 و 15 بسیار رخ داد و این فیلم ساخته شد به خاطر از اینکه یعنی یک پیام بسیار قوی باشه به اینکه کسایی که میرن باید نرن و به وطن باشن. و صفی جان یکی از نمونه‌های بسیار خوبه که قصه کردن و از مشکلات قصه کردن. امی در وطن آدم باشه، با وطن دار باشه، به می خاک باشه. فکر میکنم که از همه جا کرده خوبتر است. فقط یکی ما امنیت داشته باشیم، یکی کار باشه که وظیفه دولت است دیگه. ما صفی جان از وطن ما که بهتر کدام جای پیدا میشه؟ هیچ جای برای خود ما شما افغان ها هیچ جای بهتر نیست از اینجا کرده. پیام برای همه جوان ها، برای کسایی که واقعا در شوق رفتن به اروپا هستند، یعنی می توصیه میکنیم که به حساب از وطن که بهتر جای دیگه پیدا نمیشه. پیدا نمیشه. هر چا د خپل وطن کشمیر دی گپ واقعا. 100% دیگه میتونن کارم پیدا کنن، روزگارم داشته باشن. راحت. ان شاء الله که زمینه کار و اشتغال و امنیت سرتاسری و تمامش مساعد باشه که هموطنان ما هیچ وقت به هیچ نشن که برن. این فکر در سرشون نگرده. که به اون مشکلات و به اون جنجالا رو برشن. بسیار تشکر صفی جان از اینکه اومدین. همه مسافرین و همه هموطنان عزیز ما که ما رو میبینن، آرزو دارم که خوش آرام باشین. کسایی که قانونی رفتن بدون شک یعنی مشکلات فراروشان هست و کسایی که غیر قانونی رفتن خب به حد و به اندازه مشکل دارن. با امید ازی هستیم که وطن آرام شوه طور که گفتم و تمامتان یک روز به این خانه برگردین، چون این خانه به شما بیرنگ، سرد و خالی است. صفی جان تشکر. تشکر از شما. بسیار خوش آمدید. بفرمایید. دوست عزیز صفی جان ما بدرقه خواد کردیم. بسیار تشکر از اینکه ما را همراه بودین. سلامت باشید. بعد از وقفه دوباره برمیم. بله. دوباره خوش آمدین. فیلم سپایدرمن را شما دیدین؟ مرد عنکبوتی. در اینجا داخلم یک مرد داشتیم. یک نفر بود. مرد غندلی. در اونجا ششه. اما پیش از این مویر مرا گفت مرد عنکبوتی نباید مویر خودتان گفتی. خانم عنکبوتیز باز آروسی کد باز چشم کبوتی میشه دیگه مویر. سپاس کردی تو خوشونت یاد کردی. مرد عنکبوتی رو شما دیدین و بسیار اطفال به این علاقه مند هستن. بازم اون بودی یکشان پیدا شده و چیزایشان میخرم. آره فیلم جدیدش میه؟ آه یسرا. خب سلامت باشین حفیظ جان. سلام تقدیم بیننده ها، ارزو دارم که همه صحتمند باشن. خب فیلم جدید سپایدرمن البته قسمت جدیدش هست که در هفته جولای 2017 میه. میرم روی تصویر دیگه صحبت ها روی تصویر میکریم. خب البته داستان ای فیلم نظر به قسمت‌های قبلیش، این فیلم در این فیلم البته یک بچه 15 ساله به نام تام هالند کار میکنه و این به خاطر خورد گرفتن که در قسمت‌های بعدی ها میانی بتانن که از این استفاده کنن در فیلم نقش مرکزی رو بهش بتن. و همچنان این فیلم داستانش قسمه هست که امیب جوان 15 ساله به نام تام هالند که در نقش پیتر پارکر در این فیلم کار میکنه و ای در قسمت هایی که گذشته ای یک مرد عنکبوتی، یعنی کوشش کرده بود که تبدیل به یک مرد عنکبوتی شه، ولی در حال میخواد که
ای تبدیل به مو یعنی میخواهید دوباره تعادل در زندگی خود یعنی داشته باشه، یعنی به شکل انسان معمولی میخواهید که در بین مردم باشه و یک دانش آموز است، میخواهید که دمو به شکل عادی بره مکتب و درس خود ادامه بده و هم چنان میخواهید که یک ابر قهرمان هم در این فیلم باشه و بتونه که مبارزه کنه کسایی که ظلم میکنن و اونا را از بین ببره و نجات بده دیگران. جالب است. منتظرش می باشیم در جنوری میاد دیگه. هفته جولای 2017. یعنی برعکس باز افغانیش چهارمش میاد، مرد شلندی. بچه فیلمش دیگه میزه سونم. میفهمید خوب. کی هستن؟ ما به خود خوب. نه شما در اندامتان خوب است و یک کمت چیز. تکال خندش میاد. خب بریم با دیگه. و همچنان حفیظ جان از سینمای هالیوود هنرپیشه‌ش به نام جاجا گابر و اینا در سن 99 سالگی درگذشتن. چقدر سنشان کم بوده؟ و اینا فعال دنیای مد هم بودن و همچنان در مجارستان اینا به دنیا آمدن. بسیار خوب. و اینا گفته شده که بیشتر از این که در فیلم‌ها شهرت داشته باشن، زیادتر در زندگی شخصیشان یعنی شهرتشان از به این خاطر بوده که 9 باری ازدواج کرده. اولین ازدواجشان در 20 سالگی بوده، با یک سیاستمدار ترک ازدواج کرده بوده و آخرین ازدواجشان در 70 سالگی بوده. که تا آخرین دقایق عمرش هم با مو همسرش بوده و او در کنارش بوده. بازم ازدواج کرده. بله. جالب است. از جمعه خانمای معیشتی گفتم. و بیش از 70 فیلم داشتن. از جمله چی گفتن؟ از جمعه خانمای معیشتی سیستم مانگوی. فرهنگ سیستم اروپا و امریکا یا فرق میکنن؟ دیگه خب برزوا ساده است، 9 بار ازدواج کرده، 99 سال زندگی کرده، اما یکی از چهره‌های بسیار مشهور سینمای هالیوود بود که خبرساز شد و یسا جان هم خبر شد. خود برد؟ نه کشتنش هم بخلا. اموشوی ما بینی ها یکان داشت قصد کرده زاده. نه سکته مغزی کرده. سکته مغزی کرده. خود 99 سال دیگه بود. 99 سال. یک قرن زندگی کرده. زاره کفک شد دیگه بیخی. یک قرن زندگی کرده. یک قرن زندگی بسیار زیاد است. واقعا. خانم ها معمولا عمرشان کم می باشه؟ کم می باشه. اوی چطور که 99 سال. اون یک چی هست؟ اما طرح ساچون نسبت به آقایان ضعیفتر هستند. ضعیفتر نیستن. نه از نگاه یک طفل به دنیا آوردن و کلان کردن. فهمیدی یک شهر آباد کردن است. از اول لازمه. میگم یال خود کجا شیشتی؟ مادر جانت چقدر تکلیف بالای خود کشیده، چقدر تو را مثلا به این سرحد رسوندن. آفرین سر مادرم برسید. نه اورا به خاطر از این گفتین که یعنی از اول لازم. مبارک باشه، تحفه از خبر دارم. تشکر، سلام. ایدیو براتی هم نیست. اما این چادر در رقم رنگش بر ما چادر استیورده آوریم. نه لباسایش خبر شکر بس میکنیم، میریم به وقفه. دوستا تشکر از یسرا جان، بسیار خوش آمدین. یک موضوعتون بکپ شد، بچت شد، برفتی انده. خب، دوستا یکی از تیما برنده شده. من نفهم نامش چی بود از این تیم؟ بارسلونا. نه، نمی آخرت برنده شد. ریال مدرید. بارسلونا. نه خب ریال مدرید دیده که دیستی کنجکاو شد و بارسلونا گفته را گفت. یک فاینال خب برگزار شد دمی هفته. تصاویرش هست. فاینال هم میزنیم. اینا له خود تر خود در هفته کل تیما مسابقه دارن. تصویر یایش هست. تیمای ویژه رو باید کل شما بگیری. سیار نه سمین با این تصویر خواهد بود با ریال مدرید. او ریال مدرید ده، رونالدو ده، او یو بل شهنده سمین جان بالنگ هم هسته. اول ما بالنگ اول بگویم یا ریال مدرید اول بگویم؟ برو بالنگ بگو که با سرت اتهامات زیاد نشه. بالنگ ورزشی که یک ورزش ایدئال هم بر خانم ها هست هم بر آقایان. توی تصاویر میریم. یکی از ورزش هایی که یعنی میتونه که هم سرگرمی است هم ورزش است. جانا ورزشی که بازیکنان برای به دست آوردن امتیاز باید توپ بالنگ رو روی سطح همی صافی است بغلطانه تا شایی که دو نوک میله ماندگی است او را همشانه بغلطانه و در حال حاضر یه دیگه سترایک کرد. بله، در حال حاضر پیش از 180 کشور از این ورزش پیش میبره. 50 سال پیش سالون بالنگ تأسیس گردید که در مصر باستان این ورزش آغاز شد. این ای
میانه بازی مصری است. استرایکراز دیگه. در مصر باستان ساخته شد ورزش 50 سال پیش و اولین فدراسیونش هم در مصر تأسیس شد. و قانونشی است که تمامو بله امتیاز میگیری. مثلا اگر یک توپ هم اگر امو یک دونه اگر پایی نفتید خب یک امتیاز میگیری. اینال این باز 10 فریم داره. یک فریم، دو فریم، سه فریم، چهار فریم، 10 بار تو میتونی که بندازی. هر چقدر که امتیاز بیشتر گرفتی از حریفت کرده و نه تو بردی. باید چیز دیگه مثلا هر توپ یک وزنش نشسته خوردم از کلانم مثلا بازو به اندازه خود قوت قدرت فیزیکی هر شخص است. یعنی بتونه که اگر یک کسی خرد باشه سنش 14 باشه بتونه یک توپی که مثلا 5 این اثر بزرگم نیست اما این با تکنیک است که چرا قمر لول بتی که کل توپای که ممکن اندازه نیتون از دهانه میله و پایین پرته یک دفعه رفتادیم بالینگ یکی از دوستان که ما بودن توپ گرفتن بسیار گرنگ بود که انداخت خودش که توپ رفت کلکش داخل توپ برمونده بود کلکش جایک داره نه؟ بسیار یک تکنیک هم داره ارخمانیش در کشور ما چطور است؟ ورزشکارهای زیاد شده خوب از یه آخر زیاد شده بطای مخصوصا باید بپوشین ایجاد نشده فدراسیونش ایجاد شده و یه ورزش پیش قانونای خاص خواهد داره و کسایی که نرم فریم داره اینال 10 فریم تشریح کردن دیگه یک ساعت برنامه وقت کار داره از خاطر کسایی که نرم میرین کلای موتورسیکل باید در سرتان باشه به خاطر که میزنه قیل مفتقات جام باشگاه جهان در این هفته برگزار شد در ژاپن برگزار شد در سال 2016 و میریم روی تصاویر تصاویر از جام باشگاه های جهان اما سالا برگزار میشه بین 4 قهرمان 4 قاره یعنی قاره امریکا از آسیا اروپا و قاره دیگه هم هست اسپانیا نه اسپانیا او کشور است 4 قاره بین هم رقابت میپردازن که کاشیما از ژاپن یعنی نماینده آسیا و نماینده اروپا به مسافت هم در فاینال رفتن خب معمولا نماینده اروپا هم سالا میبره این رقابت به خاطر که فوتبال اروپا تا آسیا و تا امریکا فرق میکنه و در وقت های 90 دقیقه دو بازی به پایان رسید و در بعد از 90 دقیقه که به اکسترا تایم یا وقت های اضافی رفت رونالدو هتریک کرد 3 گل زد یک گل زده بود 2 گل دگام زد که 4-2 ریال مادرید برد و توپ طلای این رقابت ها را هم رونالدو گرفت اوه به شکل رونالدو بی خسر باران است سال رونالدو بود خسرش باران است از هر طرف مثل برعکس سال گذشته که سال 2015 سال میسی بود امسال سال رونالدو بود تبریک شان باشه بله کلش از زحمت میشه از کار میشه یعنی کسایی که بدون شک کسایی که ستاره هستن مثل ستاره ورزشی یا ستاره های سینما و یا این تمامش از زحمت و از کوشش میشه یعنی عرق ریزی میکنن شب و روز کار میکنن اتنیز دیگه که رونالدو یک دم از آسمان افتید پیدا شد که قدر مشهور شد نه این تمامش یعنی یک پروگرام داره قدر زحمت کوا میکشن یا ما و شما در عمر نمیکشیم باید نگاه کردن از این لقب نه که قهرمان شوید جدا از جنگ لفظی که هواداران از این دو تیم همیشه انجام میتن و هوادار از این دو بازیکن ما باید از اینا کوشش تلاش انگیزه را یاد بگیریم که اینا چقدر انگیزه دارن دیگه همین دنیا را اینا تسخیر کردن دنیا را نصف ساختن مسی رونالدو چرا میدرخصه نمیشه چرا ما باید همین کار نکنیم چرا ما باید ندرخصیم چرا ما در هر کاری که هستیم چرا همونطور انگیزه نداشته باشیم همونطور اما هدف نیرو به خرج نتیم از ما مایستا ایستا شروع شده که یکی از اون نیروها موبی گروپ است که لیگ برتر جور کرده که بسیار مهم است و میال آمد شده لیگ برتر به خرج از آسیا شروع میشه مایستا ایستا باز بازیکنای خوب داریم ان شاء الله شاهین آسمایمون در جام قهرمانان آسیا را پیدا کرده بود اونجا بازی میکنه و قرار است که بازی رفت ما در تاجیکستان برگزار شه امیدوار هستیم که به مرحله بعدی را پیدا کنیم ان شاء الله دوستا قبل از اینکه بریم به وقفه زمستان خود دیگه خدا نشان داد یعنی سردی هوا بعد کافیش شب یلدام سپری شد شب یلدام سپری شد درازترین شب سال یعنی دقیقه دراز می باشه برای ناقی خوب زیاد خود دراز نمی و موضوع مهمی است که در بخاریا چی درد داده میشه که او شب ما طرف خانه روان بودیم طرف های 9 بجه شب بود که یعنی احساس میکردی که تمام غبار و ابر کل زمین روی زمین پایین شده و گروپ ها باید فولد می بود که میرفتی یک قدر دود بود سر از این صحبت خود کردیم باز وقفه بله شما در خانه چی می‌سازید؟
از ما مرکزگرمی آزده مرکزگرمی میسازانیم آه مرکزگرمی میسازانیم پیش از او که در خانه کرایی باز میشتن در مرکزگرمی نرفته بودن افیس جان اینا تایر در میدادن تایرهای چی؟ خانه رهنوردشان رفتیم پس که برای بودم دیدم بوتایم نیست دیگه نفهمیدم یک وقت که متوجه که دست بچهشون بندک هایش اتزاده کسیم که یکم در خانه بود بفهمیدم تا این کرمش مرا انداختن در چی در چری خوب کرمش توی قدر چی بود که قابل سختان در چی بود یک چای جوش هوا جوش کده بوده کرمش چی بدر نخورد تو پوزش دان تمساه ها رو واز شده بود چی بدر نخورد شما چی استفاده میکنین؟ ما در خانه چری دیگه چری؟ چوب چوب نه چریشان گل است استفاده نمیکنم باز امی یکی گرمی آتش است که نه خلاصه بر تامو که میانی سیایی ها رو که خودم در میتونم در خانه هم را علاماتش نه حالا یک چیز یک برامده مایی است که من در در میگرم امی سر گاز تو باز بان داخلش دور بره تو پلتر شارو خانو تو پلتر در رو پس سر پرت مایی خلاص مایی خلاص شده متفیز جان آوردم نمی سر بخاری تیله یکم تیل انداختیم یک پلتر گرفتم انداختیم در مابین بخاری نیم سراحه که بخاری چی من برابر کنم که چی وقت در میگره که باف کنم میکنه اینجای بزن آه مثل از آمی چی باره شما که کارا رو میکنه دیگه نه جالبی است که بیادر رو بگه نه گاز رو شنگنه کی کار رو ایچ وقت نکنه این شوخی کرد یک چیز ما دمی ارتباط به خاطر که ما کار گاز هم کردیم کار رو بسیاری ها همی زیر بالون گازشان مایه میماند از زمستان بالون یخ هم میزنن بازور هم میکشن در کوچه در جوی یک جای خالی میکنن یک کار رو نکنین لطفا به خاطر او در یک جای نمیمانه او حرکت میکنه یک کس سگرت میکشه یک کس گوگرد یک جرقه برق یک لاین برق میگیره بسیار جای وسیع را آتش میزنه که این کار را نکنین لطفا خصوصا این در زمستان زیاد میشه زیر بالون میمونه اوی که مانده او هم گاز است فقط به خاطر از اینکه هوا نداره اوجا جمع میشه مایع میشه شما یک بار دیگه بالا از گاز پرتین هوا کشی نکنه اونو پس به گاز تبدیل میشه به گاز تبدیل میشه از اینکه گاز پرتین و استفاده کنین از یوزر استفاده کنین لطفا که بسیار خطر داره و یک چیز بسیار جالب ما دیدیم در پیش دکان خود یک نفر یک پیپ مانده بود اینمی چپلق بود اینمی چیزا رو درد هر جای هر کس درد میده ما از خاطر گفتم که وقت شبانه از طرف زمستان میری که خصوصا که برف نباره و باران نباشه که میری دیگه ایت احساس میکنی که در بین یک تونل روانستی و کلش دود است و گروپ ها را تو فول میکنی که نمیتونی که ببینی راه را پیش روی و این هم به صحت ضرر داره هم به یعنی که چقدر تکالیفه که مثلا یکی از دوستایی که تکلیف دارن سیار جان است همیشه سیم جان است همیشه صرفه میکنه اینه می تکلیف دود است از طرف شام معمولا خانه میری نه بله خانه میری یا فوتبال از طرف شام دل پس نرم خانه نه در فوتبال که میباشیده فوتبال که میباشه فوتبال که میباشه اونم دود که تنفس میکنی جمعی مار دیوانه کردی خب بسیاری فکر میکنن که خدمت میکنن کسافات جمع میکنن میارن در میکنن و او در حال که بسیاری کسای دیگر مریض میسازن اندام خانه کشته اونجا مریض شما خب میبینیم که نی از تایر از پرانسی همسایه هم که زغال میسوزانه داری اولی خود وقتی رفت آمد میکنی گشت و گذار میکنی خودتان بوی زغال تیرنا جان شما چی در میتین؟ شما چی میسوزانه؟ خب حفی جان مطلب بسنی اینا پتاقی من نازم خواهش میکنم کار شما نمیکنیم گاز و در پولش مثلا مثل دیگر چوب و همین چیز خب گاز مقصد متوجه باشم بینه گاز نگیره کسی را زغال خو میگیره کاملا گاز هم میگیره اگه توجه نشه او هم تک مشکل هم اگر لیک باشه خصوصا خوبی اگه اتاق حفظ باشه گاز این کار گرفتن شده خب افیجا نه میبینیم در زمستان بیشتر از امراض گوناگون مریضی ها و میبینیم که چندین بار حتی یک شخص هم میگیره خب دلیلش هم آلودگی هوا است از یک طرف اگه ما خود گرم میکنیم بارش شد و برف شد از یک طرف خود گرم میکنیم از دیگه طرف چه مردم مریض خود راست که در دیگه کشورها که هست کل جای مرکز گرمی داره کلگی بیغم است و اوزو تونلای بلند بلند دارن که و اون بیرون از شهر است داخل شهر بیرون از شهر ما است مرکز گرمی یعنی بیرون از شهر تشکر اینجا خود اگر چیز خب کم توجه مردم ما است تشکر تشکر توجه مردم میخوای تشکر گفته رئیس تشکر سربلندی ما در اتحاد ماست بیشک تل دیو افغانستان جوانده دیو افغانستان خدای پامان برای برنامه قبلی اینجا را کلیک کنید برای برنامه بعدی اینجا را کلیک کنید برای پیوستن با چینل یوتیوب تلو اینجا را کلیک کنید اگر از برنامه ما خوشتان آمد میتونید که نظرتان را در کامنت بنویسید